تنش بیشتر ایران با آمریکا و متحدانش جامعه ایرانی خارج کشور را بیش از پیش دچار شکاف کرده است. بخشی از آنان خواهان عادی سازی روابط ایران با آمریکا هستند و بخش دیگری چنین احتمالی را تضمین ادامه وضع موجود در ایران می‌نامند. می‌توان فهمید افکار عمومی ایرانی‌های خارج کشور به کدام یک از این دو نگاه نزدیک‌تر است؟ سلام، محافل قدرتمندی در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی فشار بر ایرانی‌های خارج کشور را افزایش دادند. در ماه‌های اخیر شماری از کسانی که مرتب به ایران سفر می‌کردند و در کارهای تحقیقیشان خطری متوجه نظام حاکم نمی‌شد هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. گفته می‌شود چنین اذیتی یک پیام روشن برای جمعیت بزرگتر ایرانی‌های خارج است. در سوی دیگر ماجرا، دولت آمریکا محدودیت بر سفر ایرانی‌ها و ایرانی تبارها را در سال‌های اخیر افزایش داده است. این وضعیت به اضافه تشدید نگرانی‌ها در مورد امکان تقابل نظامی ایران و آمریکا، جامعه ایرانی مهاجر را دچار شکافی جدی کرده است. بخشی خواهان عادی سازی روابط ایران و آمریکا هستند و بخشی ادامه فشار بر دولت ایران را به صلاح می‌دانند. آیا می‌شود فهمید در این کارزار ذهنیت غالب در میان ایرانی‌های خارج کشور چیست و کدام یک برای عموم آنان اهمیت دارد؟ جامعه مهاجر ایرانی از ثروتمندترین و باسوادترین جوامع مهاجر در کشورهای غربی است. آیا در میان ایرانی‌های خارج کشور امکان شکل‌گیری یک سیاست واحد و پیگیری آن به عنوان اهرم فشار بر دولت ایران و بر دولت‌های غربی هست؟ اگر نه، چرا؟ نازیلا گلستان، فعال سیاسی، معتقد است که جمهوری اسلامی در خارج از کشور تلاش می‌کند دو دستگی بین ایرانی‌های خارج را افزایش دهد. احسان زاهدانی، کارشناس حقوق جزایی در آمریکا و از نهاد نایاک، نهادی که برای عادی سازی روابط ایران و آمریکا فعالیت می‌کند، می‌گوید ایرانی‌های خارج می‌دانند که تغییر در داخل ایران از طریق تعامل دولت ایران با جهان خارج ممکن می‌شود. خیلی خوش آمدید. خانم گلستان، شما ابتدا به ما بگو که به رغم اینکه ما آمار دقیق یا نظرسنجی‌های واقعا خیلی قابل اتکایی نداریم، فکر می‌کنید ذهنیت عمومی در میان ایرانی‌های خارج چیه در این تقابل ایران و آمریکا و متحدانش؟ ایرانیان خارج از کشور رو همونطور که شما گفتین نمیشه خیلی دقیق گفت و حتی اگر دقیق هم آمار داشته باشیم من نمیتونم نمایندگی کنم یک مجموعه از جامعه مهاجرین خارج از کشور رو، ولی اون چه که مسلمه در 14 دهه‌ای که گذشته انقدر سرکوب و آزار و اذیت از طرف حکومت زیاد بوده بر اطرافیان، بر خانواده‌ها، بر نزدیکان و وابستگانی که در درون ایران زندگی می‌کنن، بخش بزرگی از جامعه ایرانی خارج از کشور هراس داشته از اینکه حرف بزنه. سال‌های سال افراد هراس داشتن از اینکه حتی بخوان یه لایک بزنن تو فضای مجازی، نه به خاطر خودشون، به خاطر بستگانشون در داخل کشور. در نتیجه این رو به سختی میشه تخمین زد، ولی اونچه که مسلمه نهادهایی که به شکل لابیستی یا نهادهایی که سخنگوی حکومت جمهوری اسلامی در خارج از کشور بودن هستند، این آمار دقیق نشون میده که نتونستن یک جمعیت بزرگی رو جذب خودشون بکنن، به جز کسانی که حالا یا میتونیم بگیم واقعا عقیده دارن یا منافع مالیشون در اونجا تامین میشه. این میتونه به نظر من نشون بده که بیشتر بخش بزرگی از جامعه ایرانی خارج از کشور خواهان این هستش که ایران به جایگاه خودش بر بگرده، در دهکده جهانی حضور پیدا بکنه، با افتخار سرش رو بلند بکنه، مورد تحریم نباشه. بله، این یه چیزه، ولی خواهان فشار بیشتر بر دولت ایران شدن یه چیز دیگه است. فکر میکنید میشه از حرفای شما چنین نتیجه گرفت که بخش اعظم ایرانی‌های خارج کشور خواهان فشار بیشتر بر دولت ایران از جمله تحریم بیشتر؟ فشارهای هدفمند. این چیزیه که من فکر میکنم همه برش
اتفاق نظر میتونن داشته باشن، فشارهای هدفمند، نه اینکه شما بخوای 50 سال کوبا هم تحریم اقتصادی بوده چیزی تغییر نمیکنه. فشارهای هدفمند، من اشاره میکنم به قطعنامه‌ای که در هلسینکی اونجا تصویب شد و بعد ادامه دار شد در وین، وقتی حقوق بشر توی این قراردادها رفت، میبینیم که واسلاف هاول رهبریت رو به عهده میگیره و یک جنبش مدنی بزرگ میاد، منشور 77 در چکسلواکی بیرون میاد و جامعه مدنی شروع میکنه به متبلور شدن و اینجاست که میبینیم تاریخ ورق میخوره و اون اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده میشه. و در ارتباط با ایران منظورتون از فشارهای هدفمند چیه؟ یعنی اینکه همین که من خیلی خوشحال هستم از اینکه به هر حال کشوری مثل آمریکا امروز از مردم ایران حمایت میکنه، صحبت میکنه راجع به جنبش‌های مدنی، اینکه حقوق بشر رو رسماً بیان در میز مذاکرات بذارن و یکی از شروطی باشه که در میز مذاکره با دولت جمهوری اسلامی. و فکر میکنید این ذهنیت غالب در میان جامعه ایرانی خارج کشوره؟ من فکر میکنم میتونه غیر از این باشه. بله. شما نظرت چیه آقای زاهدانی؟ به زعم من و دیگر دوستان و نهادهای مثل نایاک و پایا و دیگر دوستانی که در این زمینه کار کردن، اکثریت جامعه ایرانی در خارج از کشور و به خصوص آمار و ارقامی که در آمریکا نشون میده، نظرسنجی هایی که با کمک سازمانی مثل زاگبی انجام گرفته در سالیان مختلف در 10 سال گذشته، نشون میده که اکثریت جامعه ایرانی در خارج از کشور در واقع مطالبه عادی سازی روابط دولت ایران و با جهان رو دارن، به شکلی که در واقع هم منجر بشه به در واقع آزادی های مدنی اجتماعی در داخل کشور مثل حقوق بشر و همچنین تعامل و عبور و مرور ایرانیان به خارج و داخل، چرا که بیش از 90% مهاجرینی که در خارج از کشور زندگی میکنن در ایران بستگان درجه 1 دارن و این عزیزان خب مایل هستن که به ایران سفر کنن. باز هم نظرسنجی نشون میده که بیش از 82% در سال 2018 نظرسنجی انجام شده با مؤسسه زاگبی که با سیاست های فشار حداکثری که خانم گلستان عزیز اشاره کردن که اسمشو گذاشتن فشار هدفمند مخالف هستن. 82% ایرانیان. نظرسنجی میتونید دقیق تر بگید که چطور انجام شده؟ جامعه آماریش چی بوده؟ این نمونه آماری در واقع نمونه تصادفی سیستماتیک بوده و من فکر میکنم بیش از 1000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردن و کسانی که در این نظرسنجی بودن افرادی بودند از گرایش های مختلف سیاسی، چه در گرایش های داخلی در آمریکا مثل دموکرات و جمهوری خواه و چه گرایش های سیاسی ایرانی در واقع و همچنین از نسل های مختلف جامعه ایرانی. حتی محتاطانه ترین ارقام در مورد ایرانی های آمریکا میگه حدود 4 میلیون در اونجا زندگی میکنن. فکر میکنید جامعه آماری 1000 نفری میتونه واقعا آینه ذهنیت این 4 میلیون باشه؟ مسلما نه، اما در واقع به زعم بسیار از کارشناسان آماری و کسانی که این دست از آماری رو در واقع انجام میدن محققین، من فکر میکنم که اونا برای اصولی در واقع این کار رو انجام میدن و بر اصول هست که دنبال میکنند. مسلما وقتی که دسترسی آسان نباشه به ایرانیان مهاجر در آمریکا، خب این کار خیلی سخت‌تر میشه و خطای اون هم میتونه بیشتر بشه. دسترسی به ایرانیان آمریکا که نباید خیلی سخت باشه، اما برگردیم به اون نتیجه گیری که کردید. گفتید ایرانیان آمریکا بر اساس این نظرسنجی خواهان عادی سازی روابط ایران با جهان غرب هستن، به طور خاص چون در آمریکا زندگی میکنن با آمریکا، و خواهان آزادی های بیشتر داخل کشور. اگر این دوتا با هم سازگار نباشه از خیلی ها، کدوم یک از این دو براشون اولویت بیشتری داره؟ من فکر میکنم برای قاعدتا توی نظرسنجی باید پرسیده بشه دیگه. بله، توی نظرسنجی مشخصا این سوال پرسیده نشده، اما بسیاری در افرادی که در نظرسنجی ها شرکت کردن همگی در واقع مطالبه در واقع باز شدن جامعه رو داشتن، همگی مطالبه رعایت موازین حقوق بشری در ایران داشتن و همگی در این حالی که موافق این بودن که این تعامل صورت بگیره و این دیپلماسی و این مذاکرات به در واقع انجام بگیره بین حالا دولت مستقر در ایران و دولت‌های دیگه، همگی موافقن که این تعامل میتونه به پیشبرد
هدفهای دموکراسی خواهانه مردم ایران و در نهایت حقوق بشر کمک بکنه. خانم گلستان، شما میتونید به نظرسنجی، به مطالعه، به کاری که یه مقدار در این مورد به شکل قابل اتکا تری به ما داده هایی بده اشاره بکنید؟ بر چه اساس میگید که ایرانیان خارج کشور میخوان و در درجه اول میخوان دولت ایران تحت فشار قرار بگیره که آزادی های بیشتری بده و حقوق بیشتر رو، حقوق بشر رو بیشتر رعایت کنه؟ بعد از در این دو سالی که گذشت، من فکر میکنم حالا من خیلی اعتقادی به ایرانی خارج و داخل ندارم، یعنی خیلی جدا از هم نمیدونم، شرایط زندگی متفاوته، اما صدای هم هستن، هر دو یک خواسته دارن. ما یه سرزمین داریم، اونم ایران هست. هر جای دنیا که زندگی بکنیم و بخوایم اونجا برای خودمون خانه‌ای داشته باشیم، اون چی که دلمون همیشه تنگ میشه براش خونه مادری و پدریمونه. بله، ولی تفاوتایی هست. ایرانی خارج یه سری خواستهای ویژه دارن که مربوط به وضعیت خاصشون زندگی کردن در خارج کشور، از جمله مثلا امکان سفر بدون مشکل. حتی ایرانی خارج از کشور همه رو نمیشه به ایرانی های ساکن در آمریکا، ایالات متحده آمریکا چیز یعنی نیست. یک بخشی از این جمعیت بزرگ هستن. ایرانی های خارج یک وضعیت ویژه‌ای دارن، هرچند در خیلی زمینه‌ها منافعشون، علایقشون با ایرانی های داخل مشترک همپوشانی داره. اما ما برگردم به سوالم، هیچ نظرسنجی، مطالعی، هیچ داده‌ای داریم که نظر شما رو تایید کنه که در درجه اول جامعه ایرانی خارج کشور میخواد فشار بر دولت ایران بیاد که آزادی ها و حقوق بشر بیشتر رعایت بشه؟ من نمیتونم نظرسنجی رو بخوام بگم، حتی اشاره کنم به نظرسنجی که شاید لگام انجام داده در رابطه با خواست کلی سیاسی مردم چی میتونه باشه که بیشتر مثلا رأی دادن به سکولار دموکراسی یا بخواد به یه نوع نظام خاصی باشه، بیشتر این جور نظرسنجی ها رو مطالعه کردم. برای بیننده فکر میکنم یکی از دانشگاه هلندی هست که من گاهی دنبال میکنم رو حساب آقای انبار ملکی، بعضی از نظرسنجی‌هاشون به نظرم خیلی درست از لحاظ آماری بسیار علمی هست، به خصوص که خب یک دانشگاه علمی تحقیقی داره این کارو میکنه. اما اون چیزی که مسلم هست، ببینین، کسی، من فکر میکنم آدم باید، نمیدونم، یعنی من فکر میکنم همه یک خواست داریم، اون هم هست این هستش که حقوق بشر در ایران رعایت بشه و روابط عادی سازی بشه. این بدون شک کسی نیست که ضد این بخواد حرف بزنه، اما اون چه که اینجا ما اختلاف نظر پیدا میکنیم اینه که عادی سازی با یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی غیر ممکنه. این را اگر ما 10 سال پیش میگفتیم هنوز خیلی ها باور نمیکردن، ولی شاید باید 4 دهه ما هزینه پرداخت میکردیم برای اینکه امروز بشینیم اینجا که وقتی مردم میان خیابون فریاد میزنن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، یا رو به بیمهن، پشت به دشمن، این باید این اتفاق میافتاد تا بر همگان ثابت بشه که نه، این حکومت قابلیت دیپلماسی و برقراری یک دیپلماسی عادی با جهان غرب، جهان آزاد رو نداره. شما چطوری میتونیم راجع به یک حکومتی ما بیاییم صحبت بکنیم که در منطقه خودش همه بر علیهشن؟ یک فرمول اسرائیل عرب هم که وجود داشت تغییر کرد، الان اسرائیل عرب هم شده بر علیه یک کشور، اونم ایران، جمهوری اسلامی ایران. در نتیجه همه این داده ها انگار ما باید این هزینه ها را مردم ایران پرداخت میکردن، در درونی ها بیشتر، در خارج به یک نحوه دیگه، که امروز به این نتیجه هم برسن که عادی سازی غیر ممکنه با این حکومت. میشه گفت لب کلامش اینه که در 10 سال اخیر به خصوص ایرانیان خارج بیشتر متمایل شدن به اینکه فشار بر دولت ایران باید اینقدر زیاد بشه که تن بده، عوض اینکه حرکت دولت‌های غربی به سمت عادی سازی روابط باشه. چنین روندی رو شما مشاهده کردید؟ من با این نظر خانم گلستان موافق نیستم و قبول دارم که بسیاری از کسانی که قبلا نظر مخالف داشتن رادیکال تر شدن، اما این به معنی نیست که تعداد اون رادیکال ها بیشتر شده. آیا بین ایرانی های آمریکا و ایرانی های اروپا در ارتباط با موضوع بحث ما تفاوتی شما میبینی؟ در ارتباط با نگاهشون نسبت به از این سو عادی سازی با ایران، عادی سازی روابط، از سوی دیگه فشار بیشتر بر دولت ایران؟ من تصورم اینه که البته خانم گلستان صاحب نظر هستن توی زمینشون، اروپا تشریف دارن، فکر میکنم که ایرانیانی که در اروپا هستن در واقع به خاطر رفت آمدشون به ایران، مثلا انگلستان رو ما در نظر بگیریم،
احتمالاً کمتر سیاسی هستند نسبت به ایرانیانی که در آمریکا هستند، چرا که در آمریکا ما شاهد هستیم بسیار از گروه‌های سیاسی اپوزیسیون خیلی فعال هستند. و اینکه البته خب من واقعا تاکیدم که من کارشناس نیستم تو این زمینه، اما فکر میکنم که آمریکا ایرانیانی که اونجا هستن بیشتر در شاید برای همینه که در میان ایرانی و آمریکا قطبندی بیشتری میبینیم در ارتباط با مسئله ایران آمریکا. همینطور هست کاملا. شما هم چنین اعتقادی دارید؟ من فکر میکنم کاملا برعکس. شما خودتون اینجا در انگلیس یک رسانه هستین، اگر بخواید کارشناسا یا اپوزیسیون رو دعوت کنید اینجا دسترسیتون بیشتره. جمعیت سیاسی، جمعیتی که به ایران نزدیکتر فکر میکنه بیشتر هست تا بخوان از آمریکا دعوت بکنین. یعنی مشکلی که من فکر کنم حتی بین رسانه ها هست در اروپا و در آمریکا خیلی کم اونجا میتونین پیدا بکنین. دوری، فاصله زمانی، ساعت، این اختلاف ساعت، وقتی که شما از خواب بیدار میشید دیگه تو ایران مثلا یه ده حالا قتل عام شدن تازه شما از خواب میخواین، و همه اینا باعث شده و همچنین شاید مسائل فرهنگی نمیدونم، ولی این فاصله زمانی و ساعتی متاسفانه این رو انجام داده. من گهگاهی متاسف میخوام البته و گهگاهی مقایسه میکنم جامعه مهاجر مثلا کوبایی ها رو در آمریکا با ایرانی ها. ما سناتورهای خیلی قوی آمریکایی کوبایی عرض داریم، ولی در ایرانی ها همچی چیزی نداریم. باشه خیلی جامعه در ایرانیای آمریکا نداریم، در جامعه سیاسی اتفاقا جامعه موفقی نبوده متاسفانه. برای همینه که شاید لابیست های حکومتی با وجود بنیاد علوی و غیر و غیر موفق تر تونستن اونجا صداشون بلندتر باشه. بنیادی که مخالفان جمهوری اسلامی میگن وابسته است به جمهوری اسلامی و لابی میکنه برای بله که خب بودجه رو تامین میکنه، و اینها خیلی راحت تونستن استفاده بکنن از شرایطی که مثلا شرایط سیاسی داخل آمریکا، داخل دولت آمریکا، حالا یا چپ های آمریکایی هستن یا کسانی که به نام اینکه دنبال جنگ نیستن ازش استفاده کردن به عنوان ابزاری که بتونن صدای جمهوری اسلامی باشن. در اروپا به این شکل اصلا نیست. شما اتفاقی که در سوئد افتاد یه نمونه واضحش بود، وقتی که آقای ظریف اومد اونجا نشست دیدین که ایرانی ها از هر طیف، از چند طیف مختلف بودن و دیدین که چه برخوردی باشون شد، تا اینکه حتی در فرانسه وقتی که اومد فرانسه دولت حتی جرئت نکرد پلیس بفرسته به استقبالشون در فرودگاه. فکر میکنید این حد از سیاسی بودن در میان معدل ایرانی های آمریکا نیست؟ من فکر میکنم همین تو جمع های خودمونی هم که میشینیم کمتر شما میشنوین در رابطه با مسائل روز ایران تا وقت اروپا هستیم. صحبت خیلی جالب خانم گلستان داشتن که ما در آمریکا شاهدی نیستیم که یک ایرانی با همه موفقیت‌ها که داشتن بخواد در یک مثلا کنگره انتخاب بشه و به عنوان نماینده کنگره حضور داشته باشه. یکی از این دلایل همین اختلافات سیاسی هست و همین به انگلیسی. خب با کوبا هم این اختلافات هست. هست. اما اختلافات منظور ایشون اختلافات سیاسی در درون جامعه ایرانی آمریکاست، یعنی میان خود احسنت. دقیقاً منظور منم همون است. خب این اختلافی که شما ازش صحبت میکنید خیلی ها سازمان هایی چون سازمان شما رو مسئولش میدونن، یعنی میگن که لابی برای جمهوری اسلامی باعث میشه که بین جامعه ایرانی آمریکا دو دستگی ایجاد بشه. بله، این تصور اشتباهی هست به نظر من، به خاطری که سازمان هایی مثل نایاک، مثل پایا و دیگر سازمان های شبیه این دو سازمان هایی هستند که تشکیل شدن برای تقویت صدای جامعه ایرانی در آمریکا. فرق نمی کنه که جامعه ایرانی که در آمریکا هستند از نظر سیاسی چه گرایشی به نظام سیاسی در ایران دارند. ممکنه اون جامعه ایرانی آمریکایی در آمریکا بخششون گرایش فرض کنید سلطنت طلبانه داشته باشن برای ایران یا محامی رژیم باشن یا مخالف باشن، فرقی نمی‌کنه. سازمان‌های شبیه نایاک در آمریکا هدفش تقویت صدای جامعه ایرانی و در نهایت قدرت بخشیدن به امور سیاسی جامعه ایرانی هست. صدای جامعه ایرانی کدوم بخش از جامعه ایرانی؟ برای اینکه واقعیت اینه که جامعه ایرانی دوچار شکاف شده دیگه. همکاران من یه ویدیو میندازن روی پشت سر من روی این صفحه الکترونیک و اونجا بخشی از جامعه ایرانی رو میبینیم در تورنتو، در کانادا، در روز عاشورا چند سال پیش، و وقتی که این ویدیو پخش میشه اون وقت من توضیح بیشتری در موردش میدم.
در همون روزی که این راهپیمایی انجام شد در تورنتو، بخش دیگری از ایرانی‌های کانادا راهپیمایی کردند و اونجا یه بخش صدای دیگه از جامعه ایرانی خارج از کشور شنیدیم. همکاران من بخشی از اون ویدیو رو هم الان نشون میدن. سوال این هست و این سوالی که از شما هم خواهم پرسید خانم گلستان، آیا این تنوع در صداهای مختلف از جامعه ایرانی در فعالیت‌های نهادهایی که خودشون رو مدافع منافع ایرانی‌های خارج کشور از جمله آمریکا می‌دونن دیده میشه واقعا؟ سوال در واقع پاسخ به این پرسش ممکنه آسون نباشه، اما من اگه بخوام ساده بیان کنم، سازمان‌های شبیه نایاک و دیگر سازمان‌های مشابه در واقع خودشون رو مدافع جامعه ایرانی آمریکایی در آمریکا می‌دونن. فرقی نمی‌کنه چه گرایشی داشته باشن، مذهبی یا غیر مذهبی، سیاسی یا غیر سیاسی. خانم گلستان نوعی فرض کنید اگر ایشون فردا در آمریکا تشریف داشته باشن و کاندیدا بشن برای کنگره آمریکا، اگه ایشون قبول کنن و بپذیرن، سازمان نایاک حاضره که برای ایشون فاند ریزینگ بکنه و حتی اگر طرفدار عادی سازی روابط ایران آمریکا نباشن. در واقع ایشون تو صحبتشون اشاره کردن که موافق عادی سازی روابط هستن. من یه جا بخشی از صحبتشون موافق هستم، ولی با جمهوری اسلامی غیر ممکنه. بله، حالا اونو در واقع من بحثم یه چیزی که فرق نمیکنه که خانم گلستان چی فکر میکنه، حتی در اون شرایط هم، بله در اون شرایط هم اگر ایشون بپذیرن، با کمال افتخار این سازمان‌های مدلی برای شما کمک که خودشون رو مدافع ایرانی آمریکا می‌دونن. چون اگر خانم گلستان، این صحنه‌ای که شما نشون دادین، این صحنه غم‌انگیزیه. این در تاریخ ثبت میشه که یک حکومت میاد از دین به عنوان ابزار استفاده میکنه و این نفاق و این چند پارچگی رو بین مردمش ایجاد میکنه. دین یک چیز شخصیه، باور و عقیده واقعا یک چیز شخصیه. آیا خانم گلستان، آیا شما چیزی که در این ویدیوی اول می‌بینید استفاده حکومت ایران از دین یا اینکه راهپیمایی که بیانگر احساسات دینی بخشی از جامعه مهاجر، آیا شما فکر می‌کنید همه جامعه مهاجر ایرانی سکولاره و اهمیتی به عاشورا نمیده؟ مگه خانم فاطمه سپهری وقتی میاد تو تلویزیون پیام میده که ما دیگه این حکومت سکولار، مگه ایشون مثلا بیدین هستن؟ بذارید سوال اینجوری بپرسم خانم گلستان، بذارید اینجوری سوال بپرسم واضح تره، شاید از اول باید اینجوری میپرسیدم، ببخشید. آیا فکر میکنید کسایی که میان توی راهپیمایی در روز عاشورا شرکت میکنن و این شعارا میده، اینا همه طرفداران جمهوری اسلامی هستن؟ ببین، در شرایطی که یک حکومت 40 سال به نام دین جنایت داره انجام میده، وقتی شما برای اون دین و در برابر سازمانی که داره از اون بودجه هزینه میکنه و مثلا فرض کنین قیمه میده، منم خیلی دلم تنگ شده برای قیمه های تا سوشو ایران. یعنی فکر نمیکنید ایرانی هایی در خارج باشن که حاضر باشن نظری بدن؟ امکان نداره چنین چیزی خودشون میتونه داشته باشه، ولی شخصیه، دولتی نمیتونه باشه. و این دولتی بود این تظاهراتی که شما دیدید؟ از کجا میدونید در تورنتو در 2000 میرن جایی که هیئت رو سفارت ها برگزار میکنن و اونجا میرن هیئت هست، غذاهای نذری میدن و بیشتر شعاف های دولت جمهوری اسلامی در خارج از کشور. این چیزی هست؟ دقیقا من با نهایت احترام و ادبی که دارم نسبت به خانم گلستان، اشکال کار اینجاست که ما برچسب میزنیم روی مسائلی که پیش میاد. من هیچ اطلاعی راجع به این مرحله نداشتم، اولین بار بود این تصویر میدیدم، اما مطمئنم که از این مسائل، از این مراسم ها برگزار میشه در خارج از کشور که بسیارشون مردمی هست، از لحاظ مادی اسپانسر میشه توسط مردم عادی جامعه و بلافاصله برچسب حکومتی. ما در لس آنجلس، حالا من اسم میارم، در لس آنجلس داریم نهادهای مذهبی که اتفاقا مخالف رژیم هستن، ولی مسائل مذهبیشون هم در واقع رعایت میکنن. خب اما برچسب مخالفان نمیره روبروش تظاهرات بذاره. بله داشتن، آفرین. ولی وقتی میرن نه شما ببینید، منم میبینم که از جامعه مسیحی فرانسه به دنیا نیومدم که، دوست گرامی،
جامعه مسلمونی که معتقده، میتونه شیعه باشه، سنی باشه، بچهای بهایی، اصلا همه محافل خودشونو دارن، بدون شک مراسم های خودشونو دارن. اپوزیسیون های مختلف هم نمیرن روبروشون تظاهرات کنن، مخالفت بحث کنن. بحث جامعه بهایی و غیر بهایی نیست که وابسته به سفارت جمهوری اسلامی و داره از این مسئله برای خودش به عنوان یک ابزار استفاده میکنه و از اون آدمهایی که میان اونجا هم استفاده میکنه به عنوان ابزار. برای همینه که غم انگیز این صحنه رو دیدن که یه عده ایرانی دیگه میان نه مخالفت با اعتقادات اونا، مخالفت با این حرکت میان جلوشون وایسن. من عرض من این بود خانم گلستان که سوء برداشتی که شده اتفاقا از حرف من برداشت اشتباهی شد. در لس آنجلس 30-40 سال بنیاد فرهنگی بود که این برچسب رو داشت، که اتفاقا آقایونی مثل آقای بازرگان اونجا رفت آمد داشتن، اما این برچسب رو میزدن که این مراسم مذهبی که اینجا برگزار میشه جمهوری اسلامی پولش رو پرداخت میکنه. هنوز بعد از 40 سال این برچسب روشون هست، ولی انسان های شریفی هستن، اما میبینیم که با پول مردم داره اونجا در واقع اداره میشه. بحث برچسب رو بذاریم کنار، چون الان مثلا من بچه بودم تو مدرسه. همین برچسب رو بذارید. بله خانم گلستان، بگذارید از این بحث عبور کنیم. اینکه این مراسم دینی توسط چه نهادهایی راه میفته، آیا قبول ندارید که موجهای مختلف مهاجرت به خارج با انگیزهای مختلف بوده، در ادوار مختلف بوده و این باعث تنوع زیاد در جامعه ایرانی مهاجر میشه و به دلیل این تنوع زیاد خواستهاشون هم میتونه متفاوت باشه؟ برای یک کسی ممکنه صرف سفر به ایران مهم باشه تا اینکه دولت ایران چی کار میکنه، برای دیگری ممکنه آزادی‌های سیاسی مهم باشه، برای یک کسی که خیلی مذهبیه ممکنه هیچ کدوم از اینا مهم نباشه. این تنوع رو شما میبینید در جامعه مهاجر ایرانی؟ اگر میبینید آیا قبول دارید که به این ترتیب خواستای متفاوت دارن؟ بعضیاشون خواستایی که شما طرح میکنید به عنوان بخشی از اپوزیسیون ایرانی ندارن. بدون شک، بدون شک اگر ما یه خواست مشترک داشتیم بعد از 40 سال اینجا نشسته بودیم. بدون شک این تنوع فکری وجود داره، گاهی مثبت گاهی منفی میتونه باشه. من حرفم در دو بخشه، یکی این که ما بعد از 40 سال امروز به این نتیجه رسیدیم که مردم اومدن در خیابون داد زدن گفتن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکاست. یک این بعد از 40 سال کارنامه یک حکومتیه که ما میبینیم به چه فضاحتی کشورمون افتاده به این نتیجه رسیدن مردم امروز بعد از 40 سال. یعنی همه جامعه مهاجر ایرانی در خارج فکر میکنید به چنین نتیجه رسیدن یا بخش غالبش به چنین نتیجه؟ من نمایندگی از کل جامعه خارج از کشور ندارم، ولی برداشتم بله برداشتم این هستش که به هر حال امروز به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی در ضعیف ترین نقطه دیپلماسی زندگیش قرار گرفته. اگر چنینه، چرا این جامعه مهاجر ایرانی که چنین ذهنیتی به گفته شما داره نتونسته لابی قوی با دولت‌های غربی از جمله دولت آمریکا بکنه؟ چون همه در خارج از ایران میپذیرن که اپوزیسیون خودش میپذیره که از نظر لابیگری سازمان مجاهدین خلق موفق ترینه، ولی شما با ایرانیای خارج از کشور حرف میزنی تعداد کمی هستن که خودشون رو طرفدار اون سازمان بدونن. این ترتیب چرا این جامعه ایرانی که شما فکر میکنید چه این ذهنیت داره نتونست یک لابی قوی ایجاد کنه در فشار، در رایزنی با دولت‌های غربی؟ دو علت داره. یه دلیلش حضور خود سرمایه‌گذاری که خود حکومت کرده در خارج از کشور، به ویژه در ایالات متحده آمریکا، از دوره آقای رفسنجانی شروع شد، وقتی شروع کرد به درست کردن گروه‌های لوبیگری و معاملات نفتی با شرکت‌های آمریکایی. از اون دوره این شروع شد و این همچنان ادامه پیدا کرد. و یک علت دیگه‌ش هم بخشی از اپوزیسیون قدیمی هست که بعد عمل کرد، یا به خاطر ترورهایی که به وجود اومد، به خاطر سرکوبهایی که به وجود اومد، بخش مقابل قدرت نداشت، با دستای خالی داشت مبارزه میکرد با یک حکومتی که از یک منابع مالی بسیار قوی در دست داره. از زمانی که هاشمی رفسنجانی شروع کرد این لوبیگری رو در آمریکا قوی کردن، ما ببینیم که چقدر اینا تونستن در مذاکرات بالا و پایین به شکل تناوبی برن جلو. و اتفاقا شما وقتی که اشاره کردین به نیک، اونجا که خبر دارم و اسنادی رو که دیدم، حتی اعلام نمی‌کردن به اداره مالیات که ما کار لابیگری می‌کنیم تا زمانی که اسناد منتشر میشه در واشنگتن تایمز، و اونجا هست که فوری تماس گرفته میشه و اعلام می‌کنن ما داریم کار لابیگری و ادوکیسی برای جمهوری اسلامی می‌کنیم و یه مبالغی رو شروع می‌کنن به مالیات دادن. این اطلاعاتیه که به وجود اومد و من نمی‌تونم باور بکنم که در زبان مثلا آقای اوباما ما کجا نایک یا گروهایی مثل نایک نام بردین که لابی کردن تونستن موفق بشن که
آقای اوباما و دولتش در جنبش سبز بیاد برای حقوق بشر پشت مردم ایران رو بگیره. اشکال کار اینجاست که بدون سند ما بحثایی که در شبکه‌های مجازی میشه رو به عنوان سند بهش نگاه میکنیم و صحبت میکنیم. هرگز در واقع سازمانی مثل نایاک متهم نشده به اینکه لابی‌گری کرده فرزند و بعد بخواد مالیاتی بده، اصلا همچین چیزی وجود نداره بخواد. در واقع ما در آمریکا دو تا سیستم داریم، سیستم C4 و C3 داریم بس. که از همیشه سازمان نایاک این C3 بوده، بعد C4 بوده. چی بودن این میتونید بی توضیح بدید؟ بله، در واقع سازمان نان پروفیت یا نهاد غیر دولتی در آمریکا یا غیر انتفاعی در واقع C3 بیشتر بخش آموزشی هست، C4 بیشتر بخش ادوکسی یا در واقع دفاع از مسائل سیاسی لابیگری هست. بله. و از ابتدا در واقع سازمان نایاک که سازمان آموزشی بوده، C3 بوده و بعد اضافه شده سازمان C4 بهش، همیشه این گفته لابی میکنن، ولی لابی برای عادی‌سازی رابطه لابی میکنن از طرف جامعه ایرانی آمریکایی در آمریکا، لابی برای جمهوری اسلامی نمیکنن. این خیلی مهمه که ما تفکیک کنیم خانم گلستان. و مسئله اینه که سازمان نایاک در واقع تنها سازمانی که از لحاظ شفافیت، از لحاظ مسائل امور مالی از طرف نهادهای غیر انتفاعی گولد استار گرفته، یعنی اون چیز طلایی رو گرفته از نظر شفافیت. سازمان نایاک سازمانی که خودتون اشاره کردید از طرف دولت آمریکا که 16 سازمان اطلاعاتی در واقع نظارت میکنه بر سازمان‌های غیر دولتی و غیر انتفاعی، در واقع به عنوان یک سازمان معتمد 33 بار آقای اوباما در واقع رسما مذاکره کرده و مشورت گرفته. چطوری میشه سازمانی که چطور یک بار صدای مردم نبوده همیشه... چطور در جنبش سبز این همه سرکوب نتونست اثر داشته باشه؟ خیلی جالب هست. شما در سال 2011 رو فراموش کردین خانم گلستان که سازمان نایاک بود که مدافع نسب گزارشگر حقوق بشر بود برای ایران، 24 سناتور مجاب کرد، نامه گرفت، همه استادش که هست من میتونم برای شما بفرستم که نایاک بود که مسبب این شد که گزارشگر سازمان دل نصب بشه برای ایران. و هر سال نایاک هست که این گزارش رو در واقع هایلایت میکنه و برای تمام مجامع جهانی میفرسته. و سازمان نایاک هست که هر هفته این گزارش رو که همه میفرستن که دلیل نمیشه سازمان... نه ببینید شما یک سازمان اینو... لابی هستین، سازمان حقوق بشری نیستین. شما در دی ان ای خودتون هیچ کس ادعای حقوق بشری نکرد، ولی سازمان بودیم که لابی کردیم از طرف جامعه ایرانی در آمریکا به دولت آمریکا، خواستیم که در واقع دولت آمریکا رأی بده در حقوق بشر سازمان ملل که نصب بشه حقوق گزارشگر ویژه ایران. و این هیچ کس جناب کریمی عزیز هیچ کس این موضوع رو تکذیب نمی‌کنه. مخالفین دو آتشه نایاک همین رو تایید می‌کنه که این در واقع محصول نایاک بود، این گزارشگر سازمان ملل. صحبت من گلگی هست که بخش بزرگی از ایرانیان در ارتباط با نهادهایی که در این دو دهه اخیر به ویژه با اصلاح طلبا همدست بودن و لوبی کردن و سخنگوی جمهوری اسلامی شدن که آقای جواد ظریف به خودش اجازه بده بیاد در رسانه‌های آزاد آمریکایی لوبی میکنن، بیاد بشینه صحبت بکنه و در روز روشن دروغ بگه، در حالی که مردم خود ما، حتی خود ما اجازه نداریم در ایران بریم در رسانه‌ها صحبت بکنیم. به نظر من جناب کریمی، از نظر اصولی من اختلاف بین خودم و خانم گلستان نمیبینم. خانم گلستان دنبال دموکراسی هستن برای ایران، حقوق بشر میخوان، زندگی رفاهی رو میخوان برای مردم ایران، در آرامش، در امنیت. همینو من هم میخوام و دیگر دوستان ما هم میخوان. مسئله اینه که چطوری ما میخوایم برسیم به اونجا و اونجاست که اختلاف و شکاف در واقع هست. آیا شما رد میکنید که عادی‌سازی رابطه ایران با آمریکا و در ادامهش تعامل بیشتر ایران با آمریکا و متحدان دیگرش میتونه کمک کنه به امر دموکراسی و حقوق بشر در ایران؟ عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی یه چیزی که غیر ممکنه راجبش صحبت کردن یا داریم کدومش غیر ممکنه؟ عادی سازی یا از محل عادی سازی وضعیت بهتر در ایران؟ منظورتون وقتی میگید غیر ممکنه کدومشه؟ غیر ممکنه که ما بتونیم یک تصور بکنیم که دولت‌ها یا این دولت کنونی یا هر دولت دیگه، اصلا شما هر انسانی رو می‌خواید برای من اسم ببرین بگین من می‌کنم رئیس جمهور ایران، امکان نداره اینا بتونن یک رابطه دیپلماسی ثباتدار رو برقرار بکنن، چون قانون اساسی این حکومت این اجازه رو به شما نمیده. ببینید وقتی که رهبر این حکومت نمیخواد پای میز مذاکره بشینه و
وقتی رهبر این حکومت میاد از ابزارهای خودش مثل مثلا وزیر خارجه خودش که ولایتی، وزیر خارجه دولت که آقای ظریف، میاد از رئیس جمهورش امروز آقای روحانی، دیروز یه نفر احمدی نژاد بود، روز قبلش یکی دیگه بود، از اینها استفاده میکنه و بازی میکنن. مثلا اینکه میگن ما مذاکره نمیکنیم، بعد از اون طرف مثلا ببخشید مثلا دوزا سوار هواپیما میشن یواشکی میان توی جلسه. این دیپلماسی نیست، این رابطه. ما کشوری بودیم که یه روز ژاندارم خلیج فارس بودیم، امروز شما ببینید خلیج فارس شده منطقه جدال. هر کشوری، انگلستان 1971 خلیج فارس رو ترک کرد، دوباره برگشته. همینطور دارن برای خودشون همه پایگاه اونجا درست کنن. روسیه داره میاد اونجا پایگاه درست میکنه و ظاهرا قراره یه سری بنادر رو هم در اختیار بگیره. ببینید ما به کجا رسیده کشورمون، امروز تمامیت ارضیمون حتی به خطر افتاده. چطوری میتونیم تصور کنیم که این حکومت که اساسا هرگز در راستای منافع ملی و همواره در راستای مصلحت نظام حرکت کرده بتونه سیاست دیپلماسی رو به کار بگیره که در راستای منافع ملی مردم ایران باشه؟ بیش از 80% جامعه ایرانی در آمریکا توی نظر سنجی ها گفتن که طرفدار دیپلماسی هستن، برای صلح، برای پیشگیری از جنگ و مخالف تحریم هستن. این من تاکید کنم. اونها میگن، ولی چقدر در ساختار سیاسی موجود، در ساختار سیاسی موجود به گفته ایشون ممکنه؟ 90% هم به هیتلر رای دادن. بله، نگاه کنید، در دوران آقای اوباما مذاکراتی که صورت گرفت و منجر به برجام شد، هم مورد حمایت مردم داخل کشور بود، هم مورد حمایت خارج از کشور بود. یعنی ما دیدیم که در داخل همه توی خیابون خوشحالی کردن، در خارج هم به همین شکل. داخل ایران منظور؟ در داخل کشور، در داخل ایران. و نکته مهم اینه که همه بلافاصله متهم خانم گلستان اطمینان این سال میخوان بپرسن خب برجام چی شد، چه کار کرد؟ اصلا برجام اجرا نشد. یک سال از اجرای برجام، اجرای نیمبند برجام گذشت که آقای ترامپ شد رئیس جمهور آمریکا و در واقع زد زیر همه چیز. اتفاقا رژیم ایران با برجام و با اون دیپلماسی نشون داد که عادی سازی میشه. یعنی عادی سازی غیر ممکن نیست اگر فضای در واقع، اگر دولت آمریکا به این شکل زیر این قرارداد نمیزد، قرار بود که در واقع این دیپلماسی گسترش پیدا بکنه و اون دیپلماسی در واقع در نهایت به نفع مردم جامعه بشه، در داخل کشور بشه. یعنی شما منم چطوری میتونین اصلا این حرف رو بزنید؟ واقعا متاسفم. ببین آقای حسنی، آقای زاهدانی، معذرت میخوام، خواهش، 1.7 میلیارد دلار، 1.7 میلیارد دلار فقط تو یک سری پول رفت ایران، در مراحل مختلف پول رفت ایران. این پولا کجا رفت؟ خیلی جالبه. چرا باید خرج حوثی بشه؟ چرا باید خرج حشدالشعبی بشه؟ چرا باید لشکریون، زینبیون و فاطمیون را بیفته؟ بیشتر از 110 مدرسه در عراق ساخته میشه، در حالی که امروز ما 10 میلیون بی سواد داریم، 15 میلیون کم سواد داریم. بله. چرا باید بچهای سیستان و بلوچستان رو زمین بشینن؟ 90 ما الان 2 ساله آقای حالا ترامپ اومده و الان این تحریما هم اومده و اینا، ما 40 ساله داریم این فلاکت رو میکشیم. چرا باید شاخص نارضایتی مردم ایران اگر 108 مال فلسطینی که 40 سال شعارش تو سر ما بوده 104 باشه؟ این آماری که شما میفرمایید راجع به بالا سوادی و مسائلی که هست، در رژیم گذشته که درآمد نفتی سرشاری داشت که بدتر بود. خانم گلستان، رژیم گذشته 50 سال پیش بوده، ما داریم صحبت حکومت کنون رژیم متوجه هستم که برانداختن از نظر درآمدی شما، ما راجع به رژیم سرکار داریم صحبت می‌کنیم. همینطوره. فقط این مسئله درآمد، شما اشاره می‌کنید به 1.7 میلیارد، 1.7 میلیارد یه رقمشه ها، یه رقمشه. اون یه میلیارد رقم، خانم گلستان، ایرانیانی هستن در آمریکا که این 1.7 میلیارد بخشی از ثروتشون، این پولی دست در مقام 80 میلیون ایرانی اصلا مبلغی نیست. متوجه این؟ اون در واقع برجام بگید که دولت ایران چندان نفعی از برجام نبرد در زمان دولت ایران. به نظر من اون 50 میلیاردی که در واقع آزاد شد، به در واقع روایت وزیر خزانه داری دولت آمریکا، من استناد اونجا رو میکنم که اونها گفتن این 50 میلیارد ایران بدهکار بوده، بدهکاریایی بوده که بعد پرداخت میکرد، در واقع این طلب ها رو وصول میکردن و بعد پرداخت میکردن به بدهکاری که داشتن، و این صحبتی بوده که وزیر خزانه داری آمریکا داشته. و من نمیخوام که حرف، من مطمئنم بله بسیار از سیاست های مخربی داشته در واقع حکومت در ایران که ما هم مخالف اونها هستیم، ولی اجازه بدید که به سرای کربلا نزنیم، به واقعیات و فکت هایی که هست اشاره کنیم. موضوعی که هست اینه که برجام اجرا نشد. موضوع اینه که
حکومت ایران با تمام رفتارهای غیر متعارفی که داشته در اون مقطع گفتش که ما می‌خوایم متعارف رفتار کنیم، در اون مقطع گفت ما می‌خوایم خوب بشیم. چطوری با هزینه‌ای که رو موشک‌های بالستیک کرد، با هزینه همین پولی که رفت ایران موشک‌های بالستیک همین مبلغ دوباره سرای کلا رو دارید می‌زنید؟ نه شما دارید سرای رو برای مردم تعریف می‌کنین که بعد به من میگین نه این سراب رو نباید تعریف، این نباید زد مثل یه سرابی چیز الکی تعریف کنین. همین مبلغ پولی که رفت ایران همین وارد سفره مردم ایران نشد، همین رفت برای روسیه. این اشتباهی خانم گلستان، این در واقع این پول اینجوری نیست که شما مثلا بخواید تقسیم کنید و به سر سفره مردم تزریقش کنید. چرا دیگه باید بودجه عمرانی دولت میشد؟ چرا باید آقای روحانی وقتی اجرا نشد خانم گلستان اون برجام اجرا نشد؟ یک سال از اجرای اون گذشت و یک سال دولت یک دولتی در واقع در آمریکا سر کار اومد که با خلاف تمام موازین بنانه زد زیر اون قرارداد و اجازه اجرای اون نداد. اونهایی که متمرکز هستن بر عادی سازی روابط آمریکا و ایران در معرض این اتهام هستن که وضعیت داخل کشور رو نمی‌بینن و وضعیت داخل کشور در درجه اول ناشی از سیاست‌های حکومتیه، فارغ از اینکه رابطه ایران و آمریکا عادی بشه یا نه. سازمان خارجه از کشور ایران و آمریکا عادی هم بشه ولی وضعیت داخل کشور کما بیش همین بمونه دیگه. عادی سازی روابط با حکومت مستقر در ایران به اعتقاد ما منجر میشه به در واقع آرامش و امنیتی که خانم گلستان گفتن راجع به جامعه درون ایران از لحاظ اقتصادی. یعنی وقتی که شما در دوران اصلاحات رو فرض کنید، در زمان خاتمی وقتی که شرکت‌های خارجی به ایران اومدن سرمایه گذاری اشتغال آفرینی شد و جامعه متوسط ایران تقویت شد، اون جامعه متوسطی که تقویت شد جناب کریمی جامعه بود که در واقع محرک مسائل مدنی شد، محرک مسائل پیشبرد اون گفتمان دموکراسی و گفتمان حقوق بشری شد که در اون مقطع خیلی بود. برای همین ما یک سال بعد به کوی دانشگاه رسیدیم. شما انکار میکنید که تعامل بیشتر ایران با جهان خارج به خصوص دولت‌های غربی عملا فضای مناسب تری برای جنبش‌های مدنی و سیاسی ایجاد کرده؟ در طول 20 سال اخیر چنین بوده دیگه، هرگاه تنش بیشتر شده در دوران آقای احمدی نژاد در داخل کشور هم بعض بدتر شده، نه فقط از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، آزادی‌های سیاسی مدنی. نه من کاملا مخالفم. ببینین منافع اقتصادی، پیشرفت اقتصادی نیست که دموکراسی رو میتونه با خودش به این شکل بیاره، کاملا برعکسه. حرف ما این نیستش که تعامل نباید باشه، تعامل باید به وجود بیاد، دیپلماسی اصلا دیپلماسی و روابط سیاست خارجه است که منافع ملی یک کشور رو تعیین میکنه، ولی این حکومت هست که در راستای منافع ملی حرکت نمیکنه. من اینو ببخشید تکرار میکنم. بله ولی سوال منو جواب ندادید خانم گلستان، سوال منو ولی جواب ندادید. در طول 20-25 سال اخیر هرگاه ایران با جهان خارج تعامل بهتری داشته، درها بازتر بوده، فضای سیاسی مدنی هم بهتر بوده و هر جا تنش بیشتر بین ایران و خارج بوده فضای سیاسی کجا بهتر؟ دوران آقای احمدی نژاد مثال خوبیه و قبل از احمدی نژاد دوران خاتمی از یکی دو سال بعد از انتخاب خاتمی. الان که فضای داخل کشور بسیار بده، خیلی ها میگن متأثر از تنش بیشتر بین ایران و آمریکاست. بسیاری از دست ممکنه بگید این تحلیل غلطه، ولی چنین من کاملا اینو برعکس ببینم. ببینید فضای سیاسی من نمیدونم چه زمانی باز بوده، باز وجود نداشته، شاید یک کمی برای یک جناحی از اصلاح طلب ها فضا یکم بازتر شده ولی جناحای درون حکومتی بودن. این یک مورد که می‌خواستم بگم و هیچ وقت ثبات نداشته. دقیقاً حرف من همینه، وقتی در یک نظام سیاسی ثبات وجود نداشته باشه این اشکال از سیاست کلی اون ساختار قانون اساسی اون حکومت رو داره نشون میده. شما نمیتونید بگین 4 سال اینجوری باشیم، 2 سال اونجوری باشیم، 4 سال رابطه رو تعامل نگه داریم. ببینید نمیتونیم ما با یه حکومتی روش حساب بکنیم که در دی ان ای شو دشمنیه. شما ببینید رهبر نفر اول این مملکت از هر جمله‌ای که استفاده می‌کنه یک کلمه توش واژه دشمن داره. چطوری این می‌تونه دیپلماسی بکنه یا روابط رو عادی سازی بکنه با جهان؟ من نمیگم فقط آمریکا، حتی با اون کشورهای عربی دور و بر خودش. در نتیجه این یک موضوع هست که می‌خواستم مطرح بکنم.
امروز جامعه مدنی ایران بیش از هر زمانی به نظر من فعاله. امروز جامعه مخالف، ببینید شما ببینید بیانیه 14 که منتشر شد، این ناشی از اتفاقا زمانی است که جهان آزاد میاد حمایت میکنه از مردم و خاص مردم ایران. منظورتون بیانیه 14 نفری است که خواهان استعفای آیت الله خامنه ای شده؟ هم خواهان استعفایشون شدن و خواستار تدوین قانون اساسی نوین برای برقراری یک نظام سکولار دموکرات شدن. این رو دقیقاً فکر میکنید چون حمایت بین المللی ازش بوده انعکاس پیدا کرده؟ به نظر من تاریخ تکرار میشه. من دوباره اشاره میکنم به تاریخ قطعنامه هلسینکی، زمانی که در سال 1 و 2 وقتی که ما میبینیم که اینها به چه ترتیب میان حقوق بشر رو در این قطعنامه ها میذارن، میبینیم که جنبش هایی مثل منشور 77 در چکسلواکی شکل میگیره، هاول رهبر جنبش میشه و همینطور افراد دیگه‌ای هستن که میاد بالا و این جنبش های مدنی بزرگ میشه. فکر میکنید به راحتی بشه چنین مقایسه هایی کرد بین چکسلواکی در پایان جنگ سرد با ایران کنونی؟ یعنی این امکان ها برای ایران هم فراهمه؟ بدون بله، 100% تاریخ همیشه یک میگن یک نوع مثل یک چراغ هست، یک مشعل هست که نشون میده که اون چه که گذشته شباهت ها شاید 100% مشابه نباشیم، ولی همه حکومت های تمامیت ها و توتالیتر نشون دادن در چه شرایطی فروپاشیده شدن. در از راه مسالمت آمیز بیشتر من صحبت میکنم، کشورهایی تونستن از راه مسالمت آمیز عبور بکنن که پشتیبانی های مدنی و حقوق بشری جامعه بله. پیشرفت داشتن. آقای زاهدانی، از جانب دیگه ای هم به فعالیت کسانی که متمرکزن بر عادی سازی روابط ایران و آمریکا انتقاد میشه. این جانب دیگه کسانی هستن که میگن عادی سازی در چه شرایطی با کدوم ابزارها؟ این دولت روز از پی روز در معرض تحریم‌های بیشتری قرار می‌گیره. این نقدی بود که به خیلی‌ها که می‌گفتن در حال حاضر ایران باید با آمریکا مذاکره بشه هم وارد شد. مذاکره در چه شرایطی؟ یه شرطی می‌خواد، یه زمینه‌ای می‌خواد، اونم اینکه حداقل تحریم‌های این یک سال اخیر مسکوت بمونه یا برداشته بشه. ولی واقعا تا چند این مقدور در شرایطی که دولت ترامپ رفتار کنین رو در پیش گرفته؟ سوال بسیار خوبی کردید و فرمایش رو شما می‌کنید. درسته که دولت ترامپ داره هر ماه به فشارهای خودش افزایش میده و این موضوع شبیه این شده که از کارشناسان اشاره کرد که مثل یک اسلحه میمونه که بر سر اون رژیم گذاشتن و میگن یا مذاکره یا تسلیم یا هر صحبته که دیگه هست. در شرایط فعلی بسیار از افراد که ناظر هستند و کارشناس هستند اینو مطرح میکنن که اگر واقعا بخواد یک مذاکره معنیداری صورت بگیره، منجر به تغییر بشه، آقای ترامپ باید اشخاصی رو مثل آقای بولتون که رسما و علنا موافق جنگ هستن و بمباران ایران رو باید کنار بگذاره و تحریم ها رو معلق کنه و برگره به توافق برجام تا بشه یک مذاکرات معنیداری در اون جهت صورت بگیره. و من صحبتی که میخواستم بکنم در جواب ولی نه، قبل از اینکه جواب خانم گلستان رو بدید، اگر چنینه، آیا معنیش نمیتونه ناممکن بودن مأموریت نهاد و سازمانهای مثل شما باشه؟ در واقع سوال من این است که تا چه حد روی یک کاری که ناممکنه شما دارید سرمایه گذاری میکنید؟ آیا دولت ترامپ حاضر خواهد بود تحریم ها رو معلق کنه برگرده به برجام؟ شاید الان غیر ممکن به نظر بیاد، اما ممکنه یک سال و دو سه ماه دیگه ورق برگرده و تغییرات صورت بگیره در دولت، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، یا حتی دولت آقای ترامپ خیلی غیر قابل پیش بینی بوده جناب کریمی و در سه سال گذشته نشون داده که هر ماه در واقع تغییر، چون سیاست با ثباتی رو نشون ندادن از خودشون. و همینجا من اشاره کنم آقای کریمی که دولت ایران این یک در واقع شبیه یک طنز میمونه که دولت ایران که متهم هست به یه دولت غیر نرمال، دولت یاقی یا هر چیزی که صحبت ازش میشه در دنیا، امروز دولت آمریکا نشون داده که غیر نرمال تر و یاقی تر رفتار کرده در روشاش، در قرارداد برجام در واقع اومد بیرون، قرارداد بین المللی اومد بیرون و این نشون میده که اون حکومتی که شما میگید که باهاش دیپلماسی نمیشه و عادی سازی روابط نمیشه، من تأکید میکنم که برجام نشون داد که میشه و اگه اون مسیر دیپلماسی ادامه پیدا میکرد و دولت در واقع معقولی در آمریکا سر کار میومد، میتونست این دیپلماسی ادامه داشته باشه و منجر به
در واقع بهتر شدن شرایط در ایران قرار بگیره. خیلی کوتاه. باز هم تکرار میکنم دولت جمهوری اسلامی در ساختار چنین قانون اساسی نمیتونه وارد یک رابطه بله. دیپلماسی بشه. حرف آخرم اینه که اگر زنی به نام گوهر بهشتی میاد نامه میده به رئیس جمهور منتخب مردم آمریکا و میگه که من میخوام پیام میده که بچه منو که این حکومت به این شکل کشته خونش رو به پای مردم آمریکا میریزم که این روز تولدش اول شهریور روز دوستی مردم بله. آمریکا بشه، این نشون دهنده خاص بخشی از جامعه ایرانه. بسیار خوب، به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که پایین بحث نشستید و ممنون از مهمانهای برنامه نازیلا گلستان و احسان زاهدانی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه، رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم به تازگی میگذاریم. شب و روز بر همه شما خوش.